روزنامه انگلیسی بایلان تایمز با انتشار گزارشی به شرح آثار منفی جنگ ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش علیه کشور افغانستان پرداخت. این روزنامه در گزارش خود نوشت جنگ علیه افغانستان ویران کننده بود. زیر زیادی در افغانستان به طور کامل نابود و ویران شد. افغانستان در سالهای 2020 و 2021 به عنوان ویران ترین کشور جهان معرفی شد. این روزنامه همچنین افزود حجم آثار ویرانه های جنگ علیه افغانستان از جنگ های سوریه، یمن و سومالی هم بیشتر است روزنامه انگلیسی بایلان تایمز در ادامه به نقل از نورال هایک پیرمرد 53 ساله افغانستانی ساکن منطقه میدان وردک در مرکز افغانستان نوشت همه چیز در افغانستان نابود شده و بچه ها حتی نمی در کوچه و پس کوچه ها بازی کنند به رغم اینکه شهر ما از کابل به عنوان پایتخت افغانستان دو ساعت فاصله دارد اما ویرانی ها به همه جا رسیده است و افزود منطقه ما همه پشتون تبار هستند لذا از سال 2008 میلادی زیر سلطه طالبان قرار داشتیم این منطقه بسیار عقب افتاده است کمتر از یک چهارم مردم این منطقه سواد دارند آنها حتی خواندن و نوشتن بلد نیستند این روزنامه انگلیسی در ادامه گزارش خود به ویرانه های برخی دیگر شهرها و مناطق افغانستان مانند زابل و سانجین پرداخته زیرا درگیره های سختی بین نیروهای آمریکا، آلمان، کانادا، نیوزلند و لهستان با نیروهای طالبان در این مناطق رخ داد. این مناطق هم به طور کامل ویران شدند. این گزارش افزود اما رسمی نشان میده آمار رسمی نشان میدهد بین سالهای 2011 تا 2021 دست کم 32 هزار شهروند افغانستانی در عملیات های مختلف آسیب دیده یا کشته شدند و میلیون ها نفر آواره شدند در کل افغانستان از هر ده نفر هشت نفر در طول این سالها آسیب دیده و ضرر کردند